فکرشو میکرد از دل این شورزارها این شالیزارها به وجود بیاد. اینجا شالیزارهای شمال کشور نیست، اینجا شالیزارهای خرمشهره. الله سنه نعمه ان شاء الله خیر. الهکتار 3 تنون قطع والغيمه مالته ان شاء الله هم حلوه. شالتوكتو مثل خوزستان دیگه گیر نمیاد، از لحاظ کیفیت و ناجش خوبی شالتوكتو میز درجه یک. در روش سنتی کشت برنج سالانه برای هر هکتار حدود 30,000 لیتر آب مصرف میشد، اما در روش خشککاری برنج در خرمشهر میزان مصرف آب و کودهای شیمیایی نصف شده. طرحی از طرف سازمان تحقیقات ارائه شده که برنج به صورت خشککاری، یعنی در مزارع خشک همانند گندم و جو کشت میشه و بخش عمده ای از مصرف آب ما رو کاهش بده. این زمین ها که میبینید به همت ما، زحمت ما اینطور آباد شد. الحمدلله امسال هم برکت خوب بود. برنج جنوب، شالیزاری از دل شورزارهای خرمشهر. این زمین ها قبلا قابل کشت نبود و به شکر خدا با کمک جهاد کشاورزی مدن یه کار انجادن که الان شکر خدا محصول خوب داده. استان خوزستان با 74,286 هکتار شالیزار سومین تولید کننده برنج کشوره که بیش از 8% برنج کشور رو تولید میکنه. عمده برداشت محصول شالتوک به صورت مکانیزه صورت میگیره و باعث کاهش عمده هزینه کشاورز شده. محصول چطور بود امسال؟ والا محصول رحمت خدا خوبه. چند تا برداشت کردید؟ والا ما حالا تقریبا 2 هکتار دارم کاشتیم، ماشاءالله ان شاء الله 10 تن دارم. پیش بینی میشه امسال بیش از 350,000 تن شالتوک برنج در خوزستان تولید بشه. اینجا یکی از بزرگترین شالی کوبیای خوزستانه. اینجا هر روز 6 تن 7 تن شالی سفید میکنیم، تبدیل میکنیم به برنج. و مهم این که علاوه بر صادرات برنج خرمشهر به سایر استانهای کشور، زمینه اشتغال بیش از 2,000 نفر هم در اینجا فراهم شده.